در حالی که جهان در حیرت خودکشی محمد مرادی ساکن لیون فرو رفته و همه رسانه ها به مرگ او پرداخته اند، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی، به اجبار خبر اولش میانجیگری دروغ عراق بین دولت مصر با حکومت جمهوری اسلامی شده است. محمد مرادی از سر اخلاص و به سادگی هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه دلیل تصمیم خودکشیش را شرح می‌دهد. چه احساسی و تا چه زمانی می‌تواند بی تفاوت باقی بماند؟ مرسی دموگرده. آنچه را که دیدید مجله پاریماچ روی سایت نشریه منتشر کرده بود. همانطور که در ابتدا گفته شد، رسانه‌های فرانسه بلافاصله خبر را پوشش دادند و این در حالی که سخنگوی وزارت خارجه از پنجره باز برای مذاکرات اتمی سخن می‌گوید. محمد مرادی گفته بود وقتی این ویدیو را تماشا کنید من زنده نخواهم بود. در حقیقت عکس های حادثه را در نبودنش تماشا می کنیم. رئیس جمهور تهدید کرده کوچکترین رحمی به دشمنان نخواهد شد. برای حکومت معترضین و ناراضیان دشمن هستند. این در حالی که 100 نفر در راهروی مرگ ایستاده اند. این تفسیر می گوید حکومت برای حفظ قدرت ترجیح می دهد اسد باشد و نه شاه تا که مملکت ویرانه شود. خبرهای رسمی تا حالا آمار رسمی را 476 کشته می داند. تئاتر سولی در شرق پاریس در سایت خود نام و چهره محکومین به اعدام را منتشر کرده است. در شبکه های مجازی نام دو خانم شطرنجباز ایرانی سارا خادم و آتوسا پورخاشیان که بدون روسری اجباری در مسابقات شطرنج جهانی در قزاقستان شرکت کردند. صحبت از امیدواری و یا ناامیدی نیست. عزیزی به خاطر همه ما ایرانی ها جان باخت. نامش محمد مرادی. سلام. این یه ویدیو برای خودکشی من. من قراره وقتی که شما این ویدیو رو میبینید درون این رودخانه غرق شده باشم. متأ این یه خودکشی به خاطر مشکلات شخصی و چیزای شخصی نیست. هدف من از این خودکشی کشوندن توجه اروپایی‌ها و کشورهای اروپایی و مردم غربی به مسئله ایرانه. در واقع من دیگه حاضر نیستم این زندگی با خفت رو چه در خارج و چه در داخل ایران ادامه بدم. با اینکه اینجا درآمد خوبی داشتم و دارم، با اینکه زندگی آرومی دارم، با اینکه هوای پاکی دارم، با اینکه مردم اینجا خیلی متمدن و منطقی هستند در برخورد با دیگران، با اینکه پلیس و سیاستمدارای اینجا خیلی منطقی تر از سیاستمدارای کشورمونن، ولی هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که من چشمم رو به مسائل ایران و مشکلات هموطنان ببندم. بنابراین من مرگ رو به این زندگی با خفت برای کشورم ترجیح میدم و امیدوارم مرگ من توجه دست کم بخشی از رسانه ها در خارج از کشور رو به خودش جلب کنه و همینطور امیدوارم این پیامی باشه به مردم ایران که فکر نکند ایرانیان خارج از کشور در غم اونها شریک نیستند و اگر پیش بیاد نخوان جانشون رو برای اونها فدا کنند. جان من 1000 بار فدای جان قربان ایران و مردم ایران بشه. بنابراین من جانم رو در این راه فدا میکنم. هیچ بیماری روانی و مشکل روانی ندارم، صرفا غم از دست دادن مردمم و
در این حال انجام این عمل حماسی در مقابله با ابتذال زندگی و به لجن کشیدن عشق و مفاهیم مهمی مثل انسانیت و کرامت انسانی برای من یک دغدغه خیلی خیلی مهمه که حاضرم جانم رو براش فدا کنم. زنده باد آزادی، زن، زندگی، آزادی. شما پیروز هستید و جان کسانی که در این راه جانشون رو فدا کردند هدر نخواهد رفت. این خونها هدر نخواهد رفت و ما به این ایمان داریم. غمگین نباشید و شادی کنید که روز پیروزی نزدیکه.